بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع بحث امروزی ما در فقه میراث یا حقوق میراث رد است. رد ضد عول است. در رد ما گفته، در عول گفته بودیم که عول وقتی که سهام ورثه از اصل مسئله زیاد شود به نام عول یاد بشود، در نتیجه از او نقصان یا کمی در سهم هر وارث میاد. لیکن رد عکس عول است. در رد سهام ورثه از اصل مسئله کمتر می شود، در نتیجه از او زیادت یا زیادت در سهم هر وارث به میان می آید. در مورد رد روی چند موضوع ما می خواهیم صحبت نماییم. در مورد رد روی چند موضوع ما می خواهیم صحبت نماییم. تعریف رد، مذاهب علما در مورد در رد و مسائل رد چند قسم است و مثال هایش چیست. اول در مورد تعریف رد، رد در لغت به مصدر است، به معنای بازگرداندن می باشد. رد در لغت به معنای به مصدر است، به معنای بازگرداندن می باشد. و در اصطلاح میراث و یا در اصطلاح حقوق میراث یا فقه میراث، عبارت از بازگرداندن متباقی حصه های اصل مسئله بالای اصحاب فروز یا زائل فروز، بالای زائل فروز نسبی به اندازه حقوقشان در صورت عدم موجودیت عصبه. چی معنا؟ یعنی بازگرداندن و توضیح کردن حصه هایی که از زائل فروز باقی مانده بالای همین زائل فروز نسبی به اندازه حقوقشان، به تناسب حقوقشان در صورت موجودیت، در صورت عدم موجودیت عصبه، در صورت عدم موجودیت عصبه. چرا که عصبه موجود باشه، حصه هایی که از زائل فروز باقی میمانه او را به عصبات داده میشد. لکن که عصبات نباشه، از زائل فروز حصه ها زیاد باقی میمانه، چاره چیست؟ این را آیا به بیت المال داده شود یا به پس بالای زائل فروز تقسیم شود؟ اکثر علما میگه که این را پس تقسیم کردن بالای زائل فروز نسبی به معنای این به معنای رد است. بناً تعریف دیگه یا به خاطر توضیح بیشتر گفته میتونیم که وقتی که سهام ورثه از اصل مسئله کمتر شود مسئله رد میکنه و سهامی که باقی میماند بالای زائد فروز نسبی و تناسب سهامشان تقسیم میشود. در نتیجه رد زیادت در سهم هر وارث و میان میآید. ما همین تعریف در ضمن یک مثال واضح میسازیم. مثلا زید وفات نموده، زید که وفات نمود، از زید ورثه‌ای که باقی مانده مادر و همچنان برادر مادری، به اساس قواعد میراث مادر یک بر سه میراث مستحق میشد، سومی سه میراث مستحق میشد و برادر مادری مستحق یکی بر شش یک تاست، نظر به مقواد یکی بر شش میراث مستحق می شود. دیگه در ورثه عصبات و دیگه زائل فروز نیست. بناهن اصل مسئله اینا را که ترتیب می تیم از شش مسئله ایش گرفته می شود. چرا که مخرج کلان شش است. از شش که مسئله گرفته شود، سوم حصه شش دو حصه از شش مادر می گیره، ششم حصه شش یک می شود، این برای برادر مادری داده می شود. آله سهامی که از اصل مثلا که شش است برای ورثه که یا زائل فروز دادیم، دو حصه مادر گرفت و یک حصه برادر مادری گرفت، یک دو سه، از شش که سه حصه برود، سه حصه زیادی میمانه. آله ما از روی تعریف رد
تعریف ما را چطور تعریف کردیم؟ که بازگرداندن حصه هایی که از زویل فروز باقی بماند بالای همی زویل فروز به اندازه حقوقشان به اندازه حقوقشان در صورت عدم موجودی عصبه. حالا در این مسئله اگر اینجا برادر سکر می بود یا مثلا کاکا می بود او عصبه است، امی حسی حصه متباقی را برای عصبه می داده، لیکن چون عصبات موجود نیست امید سی حصه را آیا به بیت المال داده شد یا به زویل فروز پس تقسیم شد. اکثر جمهور علما میگه که رد این نیست که این حصه های یک تعریف خامی بود که وقت سهام ورثه از اصل مثلا کم شود، یک دو سه می شود، از سه از شش کم است، این رد میگه. و همچنان تعریف دیگه امی سهامی که باقی مانده که از شش حصه سی حصه باقی مانده این را پس بالای زویل فروز نسبی تقسیم کردن به اندازه حقوقشان به تناسب حقوقشان این به معنای رد می باشد. بنا انواعی طور گفته می توانم که این مسئله از شش به سه رد می شود. از شش به سه رد شد. یعنی بازگرداندن همی حصه های متباقی بالای زویل فروز نسبی به اندازه حقوقشان این به معنای رد است. در رد ما گفته بودیم که در سهم هر وارث به تناسب سهمشان زیادت میاد. مادر اصلا مستحق دوی بر شش بود، لیکن بعد از رد مستحق دوی بر سه شد. آره، دوی بر سه نسبت به دوی بر شش زیاد است. این زیادت از کجا آمد؟ این همی حصه های متباقی را که سر اینا تقسیم کردیم این زیادت از این آمد. مثلا برادر مادری اصلا پیش از رد مستحق یک بر شش و از شش حصه یک حصه مستحق بود، لیکن بعد از رد مستحق یک بر سه شد. آره، یک بر سه نسبت به یک بر شش زیاد است. این زیادت از کجا آمد؟ به خاطر از این همی حصه های زیادی که باقی مانده بود. پس سر اینا توضیح کردیم این به معنای رد است. طور خلاصه گفته میتونیم که رد در اصطلاح عبارت از بازگرداندن حصه های متباقی از زویل فروز که همیسی است بالای همی زویل فروز نسبی به اندازه حقوقشون در صورت نبودن عصبه این به معنای رد است. آل مسئله که از شش و سه رد شد، ترکه اگر توضیح میشد باز به بالای شش توضیح نمیشد، بالای سه تقسیم میشود. این با تعریف رد بود. موضوع دیگه ای که به ارتباط رد ما روی از او صحبت میکنیم او عبارت از مذاهب علما در موضوع رد. تا قسمی که از روی تعریف ما گفتیم، وقتی که در مسئله سهام زویل فروز داده شود و از زویل فروز و سهام زیاد باقی بماند، حصه ها زیاد باقی بماند، آیا می سهام زیادی که مانده این به بیت المال داده شود یا برای زویل فروز نسبی تقسیم شود؟ در این مورد علما دو نظر داره. یک تعداد علما که از او جمله مثلا عمر رضی الله عنه و علی بن ابی طالب رضی الله عنه و ابن مسعود رضی الله عنه و همچنان مذهب مختار علمای احناف و فقهای حنبلی است، اینها میگن که رد بالای زائد فروز نسبی جایز است و بالای زائد فروز سببی جایز نیست. از این طور برداشت میشود که اصلا زائد فروز هم دو قسم است، یکی زائد فروز نسبی است و دیگر زائد فروز سببی است. زویل فروز نسبی همان زویل فروز می باشد که همراه متوفا رشته نسبی داشته باشد، مثل مادر، دختر، خواهر، مادر کلان و امثال از این. و زویل فروز سببی همان زویل فروز است که همراه متوفا رشته نسبی ندارد، بلکه عقد نکاح رابطه شده سبب شده که یکی از دیگه خود یکی از دیگه خود میراث توسط عقد نکاح میبرد. بناً زوج و زوجه از جمله زویل فروز
سببی است و غیر از زوج و زوجه دیگه زائد فروض که است زائد فروض نسبی است. علمای جمهور به شمول احناف و حنابله و همچنان دیگه این نظر اول است که رد بالای زائد فروض نسبی جایز است ولی رد بالای زائد فروض سببی درست نیست. آلی زائد فروض سببی میگه چی گناه کرده که سر نسبی رد جایز باشه ولی بر سببی جایز نباشد؟ اینها اینطور استدلال میکنند که اصلا سبب استحقاق زائد فروض سببی که از یک دیگه خود میراث میبره او عقد نکاح بود، عقد نکاح که توسط وفات یا طلاق از بین رفت، بناهن امور رابطه استحقاق از بین رفت، بناهن رد بالای اونا نیست، ولی رابطه نسبی خود تا همیش تا آخر عمر باقی میمانه. بناهن اونا بگید که رد بالای زائد فروض نسبی درست است، جایز است، ولی رد بالای زائد فروض سببی درست نیست. در مقابل نظر دوم همینطور است که رد بالای زائد فروض قطعا جایز نیست. رد این نظر زید بن ثابت رضی الله عنه است و نظر مذهب مالکی است و همچنین نظر علمای شافعی است. اینها میگن که رد بالای زائد فروض قطعا جایز نیست، قطعا جایز نیست. خب که رد جایز نیست، وقتی که مال بالای زائد فروض تقسیم شود و حصه ها زیاد باقی بمانند و عصبات نباشد، مال متباقی چطور شود؟ سرنوشت مال متباقی چطور شود؟ اینها میگه که مال متباقی عوض از اینکه بالای زائد فروض رد شود و بیت المال داده شود، و بیت المال داده شود. خب به هر صورت طور خلاصه گفتم میتونم که در مورد رد بالای زائد فروض نسبی دو نظر موجود است که علمای احناف و حنابله میگه که رد بالای زائد فروض نسبی جایز است، ولی علمای شافعی و مالکی میگه که رد بالای زائد فروض جایز نیست. هر کدامشون از خود دلایلی داره. دلیل جمهور علما یا احناف امیس که رسول علیه السلام فرموده من ترک مالا فهو لورثتی، کسی که مال به میراث گذاشت او برای ورثه‌اش است. بناهن امی ذوی الفروض که حق خود گرفت، مالی که باقی ماند مال باقی برای مال متباقی که عصبات نباشه، ای هم پس بالای اینا رد میشد چرا که ورثه است. ولی امام شافعی رحمت الله علیه مالکی و علمای مالکی میگه که اونا استدلال میکنند که اصلا در قرآن عظیمشان سهم زائد فروض تعیین شده که مثلا دختر نصف میراث میگیره و مادر ششم یا سیوم میراث میگیره و همچنان دیگه زائد فروض حقش تعیین شده. بناهن اگر توسط رد مال زیادی به اینا داده شود، داده میشود، معنایش همیست که از حقی که در قرآن برشان تعیین شده از زیاد دادیم، از زیاد داده نشد، مال زیادی به بیت المال داده شد. خب به هر صورت نظر علمای حنفی و حنبلی و همچنان که نظر عمر رضی الله عنه و علی رضی الله عنه و ابن مسعود رضی الله عنه در مورد ای که رد بالای زائد فروض نسبی جایز است، ای راجح است و ای درست است. خواهید مذاهب علما در مورد رد بود. اقسام مسائل رد، رد چهار قسم مسائل داره، رد چهار قسم مسائل داره. قسم اول وارثان یک سن باشد و یکی از زوجین همراهش نباشد. قسم دوم وارثان دو یا زیادتر از دو سن باشد و یکی از زوجین همراهش نباشد. سوم وارثان یک سن باشد و یکی از زوجین همراهش باشد. چهارم وارثان زیادتر از یک سن باشند و یکی از زوجین همراهش باشد. هر سنفش با مثال و همچنان طریق حل مسئلهش یا ترتیب دادن مسئلهش طور تفصیلی میخوایم بیان نماییم. اول در مورد از اینکه قسم اول مسائل رد که وارثان یک صنف است و یکی از زوجین همراهش نباشد،
وقتی که اهل رد یک سن باشد و یکی از زوجین همراهش نباشد و یک از زوجین همراهش نباشد، اینجا مسئلهشان از تعدادشان گرفته می شود. اصل مسئله ردیشان از تعدادشان گرفته می شود. طور مثال، مثلا زید وفات نمود، این مثال قسم اول است که وارثان یک صنف است و یکی از زوجین امرایش نیست. زید وفات نمود، از او دو مادر کلان باقی ماند. مادر کلان و همچنان مادر کلان، دو مادر کلان باقی ماند و دیگه عصبات چیزی از اونو مانده و دیگه زید فروز هم نیست. بناهم به اساس قواعد میراث، امی هر دو مادر کلان یکی بر شش میراث مستحق می شود. یکی بر شش میراث مستحق می شود. آل مسئله را اگر از شش شروع کنیم، ششو مثل شش یک می شود، این را به هر دو مادر کلان داده شود، پنج حصه می ماند. برای پنج حصه دیگر باقی مانده، برای پنج حصه باقی مانده عصبات نیست و دیگه زوید فروز نیست که داده شود. بنام پنج حصه دیگه چطور کن؟ پس از اینا برای اینا رد می شود، دوباره سر اینا بطن رد می شود، تقسیم می شود. یعنی امی مال کلش برای هر دو مال مادر کلان چیزی به فرضیت می گیره و چیزی متباقی پس سر اینا رد می شود. بنام عوض از اینکه مسئله را اول از شش رو کنیم، یک حصه برشان بتیم، باز پنج حصه سرشان تقسیم می کنیم. مال کلش از ایناست، چرا که عصبات وجود نداره، از ابتدا مسئلهشان از دو شروع میکنه. یک حصه از دو برای یک مادر کلان داده میشد و یک حصه برای دیگر مادر کلان داده میشد. بنا اینجا مسئله اهل رد یک صنف است، یک صنف است، از یک فریق هستند، هر دویش مادر کلان است و همچنان همراهش یک از زوجین نیست. مسئلهشان از تعدادشان گرفته، مسئله ایشان از تعدادشان گرفتیم. مثال دوم از صنف اول یا قسم اول که وارثان یک صنف باشد و یکی از زوجین همراهش نباشد. مثلا خالد وفات نموده، از خالد چهار دختر باقی مانده. دختر. آله دیگه عصبات یا زاید فروز دیگه نیست. این چهار دختر یک صنف است، یک صنف وارثان است، دو صنف نیست. این چهار دختر به اساس قواعد میراث اصلا دوی برسی میراث مستحق میشود. دوی برسی، خود دوی برسی را که برای اینا بتیم، یکی برسی میراث باقی میماند. او را برای کی داده شود؟ چون عصبات یا دیگه زاید فروز نیست که دونجا به اونا داده شود. اما یکی برسه هم بالا اینا و تناسب سهامشان تقسیم می شود. بناهن امی مال کلش فرزن ورزن از امی چهار دختر است. عوض از اینکه یک دفعه سه حصه شد و دو حصه سرشان تقسیم کنیم و باز یک حصه دیگه باز سرشان تقسیم کنیم. ابتدا امی مسئله را از تعدادشان می گیریم که ابتدا امی مال را به چهار حصه تقسیم می کنیم، برای هر دختر یک حصه داده می شود. بناهن طور خلاصه گفتم می توانیم که قسم اول از مسائل رد وارثان یک سن می باشد و یکی از زوجین همراهش نمی باشد. این صورت مسئله شان از تعداد شان گرفته می شود و ترکه به تعداد شان توزیع می شود. این قسم اول است. و قسم دوم، قسم دوم از مسائل چیز وارثان دو یا زیادتر از دو سن باشد و یکی از زوجین همراهش نباشد. وارثان دو یا زیادتر از دو سن است و یکی از زوجین همراهش نمی باشد. در این صورت، در این قسم دوم که وارثان دو سن یا زیادتر از دو سن باشد و یکی از زوجین همراهش نباشد، اینجا اصل مسئله ردیشان از مجموع سهامشان گرفته می شود. اصل مسئله ردیشان از مجموع سهامشان
گرفته می شود. مثلا یک نفر وفات نموده، زید وفات نموده، ورثه‌ای که از این باقی مانده مادر و همچنان دختر. آله اهل رد یا وارثان دو سنف است، یک سن مادر است و دیگه سنفش دختر است، دختر متوفا است و یکی از زوجین امرش نیست، یکی از زوجین امرش نیست. اینجا در قدم اول مسئله برشان جور می شود که مثلا مادر یکی بر شش می گیره و دختر یکی بر دو می گیره، نسبی میراث می گیره. مسئله شان از شش شروع می شود، از شش که شروع شد ششمی سه شش یک شد و نسب شش سه است برای دختر داده شد. از شش حصه یک حصه مادر گرفت، سه حصه دختر گرفت. از شش که چهار حصه برود، دو حصه باقی میماند. اما دو حصه چطور کنیم؟ عصبات نیست و دیگه زوید فروض نیست که برای اونا داده شود. بناهن امی دو حصه متباقی پس بالای مادر و دختر به تناسب سهام شد تقسیم شد، بر دختر زیاد داده میشد، بر مادر کمتر داده میشد. بناهن گفتم میتونم که اینجا اهل رد یا وارثان دو سنف است، یکیش مادر یا دختر است. در این صورت ما گفتم که اصل مسئلهشان از مجموع سهامشان گرفته می شود. از مجموع سه و یک چهار. اینطور گفتم میتونم که مسئله از شش رد شد به چهار. آل ترکه اگر توزیع می کنیم بالای چهار توزیع می کنیم، بالای شش توزیع نمی کنیم. این مسئله از شش به چهار رد شد. یا مثلا یک نفر وفات نموده، مثال هایی که در کتاب آمده دیگه مثال ها آورده، ما جان خود نشته کردیم. خب مثلا خواهر عینی، خواهر پدری مادر کلان مانده، مثلا زید وفات نموده، از این زید خواهر عینی انسکا و خواهر پدری و همچنان مادر کلان، ای ورثه باقی مانده. ای هم از قسم دوم است، چرا که وارثان زیادتر از یک صنف است، وارثان از زیادتر از یک صنف است و یکی از زوجین امرایش نیست. و ما گفته بودیم که وارثان از زیادتر از یک سن باشه و یکی از زوجین امرش نباشه، مسئله از مجموع سهامشان گرفته می شود. اول مسئله برشان ترتیب می شود، خواهر عینی یک تاست، نصف میراث می گیره. خواهر پدری که امرا یک خواهر عینی بیا، یکی بر شش می گیره. مادر کلان هم یکی بر شش می گیره. مسئله شان از شش شروع می شود، سی حصه از خواهر عینی می شود و یک حصه از خواهر پدری و یک حصه از مادر کلان میشد. آره اینه که مجموع جمع بکنیم، یک جمع یک دو جمع سه پنج. این مسئله از شش و پنج رد شد، مسئله از شش و پنج رد شد. طور خلاصه گفتم مثلا در مسئله ای که یعنی در قسم دوم که وارثان زیادتر از یک سن باشد و یکی از زوجین امرایش نباشد، مسئله شان از مجموع سهامشان گرفته می شود، از مجموع سهامشان گرفته می شود. این مثال های قسم دوم، مثال قسم دوم بود و این دو مثال مثال قسم اول، مثال قسم اول بود. حالا میایم به سنف و قسم سوم. قسم سوم کدام هستن؟ وارثان یک سنف می باشد و یکی از زوجین همراهش می باشد. وارثان یک سنف است و یکی از زوجین همراهش می باشد. دی صورت تعامل امی طور است که اول برای یکی از زوجین مسئله جور می شود و سهم یکی از زوجین از او داده می شود. در قدم دوم
اگر مال متباقی یا حصه های متباقی از یکی از زوجین بالای اهل رد قابل تقسیم بود، مسئله به تصحیح ضرورت ندارد. و اگر قابل تقسیم نبود، مطابق قواعد تصحیح مسئله باید تصحیح شود. بناً مثال قسم سوم، این چند مثال برشان ذکر میکنم. یک مثال به خاطر از اینکه مال متباقی یک از زوجین قابل تقسیم بالای اهل رد باشد، و مثال دیگه که مال متباقی از زوجین قابل تقسیم نباشد و مسئله به تصحیح ضرورت داشته باشد. اول مثال الف، یک نفر وفات نموده، مثلا لیلا وفات نموده، ورثه‌ای که از این مانده شوهر و همچنان سه دختر، دختر. ما پیشتر گفتیم که این مثال قسم سوم است. وارثان یک صنف است، یا اهل رد یک صنف است، و یکی از زوجین که شوهر است همراهش است. اول در قدم اول برای یکی از زوجین مسئله ترتیب شود، و حقشان داده می شود. این جدی صورت شوهر یکی بر چار میراث می گیره، به خاطر از اینکه لیلا اولاد دارد. اول مسئله برای امی شوهر جور میکنه از چار، چرا که مخرج کسرش چار است، از چار چارم حصه شوهر میگیره، یکی سعی گرفت، سی حصه بر دخترها باقی ماند. امی سی حصه که بر دخترها باقی ماند، این فرزن وردن از هر سی دختر است، از همی سی دختر است. خب حالا ببینیم که امی سی حصه متباقی بالای اهل رد که دختر است مساوی تقسیم میشد یا نمی تقسیم نمیشد. سی دختر است، سی حصه است بر هر کدامشون، یک حصه میرسد بر هر کدامشون، یک حصه میرسد. این مال متباقی از شوهر بالای اهل رد مساوی تقسیم میشد. بناهم این مسئله به تصحیح ضرورت نداره، از امی چار مسئلهشان تصحیح میشود. مثال دوم بی، مثال است که حصه های متباقی از یکی از زوجین بالای اهل رد قابل تقسیم نباشد. اینجا مسئله به تصحیح ضرورت دارد. مثالش مثلا لیلا وفات کرده و از لیلا ورثه‌ای که باقی مانده شوهر و همچنان شش دختر. از قسم سوم ما گفته بودیم که اول بر یکی از زوجین مسئله جور می شود. بر زوج که مسئله جور شود، زوج یکی بر چار می گیره، مسئله زوج از چار شروع می شود، یکی سه زوج گرفت. سه حصه بر دخترها باقی ماند. آره، سه حصه که از شوهر بر دخترها باقی ماند، امی سه حصه بالای چی تقسیم نمی شود؟ امی سه حصه بالای شش دختر تقسیم نمیشد. این مسئله باید تصحیح شود. طریقه تصحیح قسمی که در تصحیح گفتیم، بین سی و شش توافق به ثلث است. ثلث شش دو است. دو ضرب چار هشت میشود. هشت مسح مسئله شد. مسح. یکیش چی شد؟ بناهن از شش یک ضرب دو حصه از چی شد؟ از هشت حصه دو حصه از شوهر شد. سه ضرب دو شش. شش حصه از هشت حصه بر دخترها شد. آنی همی سه حصه بالای شش دختر تقسیم نمیشد، لیکن شش حصه برای و شش دختر تقسیم شد، برای هر دختر از هشت حصه یک حصه داده شد. این مثال بود که سهام بالای ورثه یا اهل رد، سهام متباقی بالای اهل رد پورا تقسیم نشود و تصحیح کرد. مثال دیگه ایش مثلا مثال تباین است.
از امی قسم سوم که چیز میاد این مثال است که بین سهام تباقی و اهل رد بین سهام تباقی و اهل رد تباین باشد تباین باشد مثلا دینجا مثال جیمش نشته میکنیم مثال جیم مثلا چیز وفات کرده لیلا وفات نموده و چیزی که ورثه‌ای که مانده شوهر و همچنان پنج دختر آن این از مثال های قسم سوم است در قسم سوم ما گفته بودیم که اول برای یکی از زوجین مثلا جور میکنیم برای یکی از زوجین شوهر یکی بر چهار مستحق میشود مسئلهش از چهار شروع میشود یکی سه از چی شد؟ سه حصه برای دخترها باقی ماند آن سه حصه دخترها که باقی مانده بالای پنج دختر قابل تقسیم نیست این مسئله باید تصحیح شود اول نسبت بین سه سهام و پنج دختر دیده میشود میبینیم که نسبت بینشان تباین است در تباین همین پنج کلش ضرب چهار میکنیم پنج ضرب چهار بیست خب یک پنج پنج از 20 حصه 5 از شوهر شد قسمی که یک ربع 4 بود 5 هم ربع 20 است 3 ضرب 5 15 15 حصه از دخترها شد آل یعنی 3 بالای 5 تقسیم نمیشد 15 بالای 5 تقسیم میشد برای هر دختر از 20 حصه 3 حصه داده میشود این همی قسم این قسم سومش بود که و قسم سوم چیز داده می شود خب این مثال بود که برای دخترها برای قسم سوم که وارثان یک سن باشد و یکی از زوجین همراهش باشد در قدم اول برای یکی از زوجین مسئله جور می شود در قدم دوم مال متباقی اگر قابل تقسیم بود مسئله به تصحیح ندارد اگر قابل تقسیم نبود باز مسئله باید تصحیح شود